کسایی بودن در مقابل کل این پدیده ایستادن و به درجات زیادی همونطور که منصور حکمت گفته مناظر زیبا را نشون دادن. میخوام یه مقدار در مورد این حرف بزنم که همین الان فرضاً اتفاقاتی که در کشورهای مختلف افتاده، جوانا اومدن تو خیابون و از طریق فیسبوک، از طریق اینترنت، از طریق امکانات اجتماعی بزرگی که هست در یه ابعاد خیلی بزرگ و بیگ بنگ به همه دارن نشون میدن که میشه مقاومت کرد، میشه ایستاد، میشه امید وجود داره. به نظر من امید وجود داره به خاطر همین که ارتباطات، امکان ارتباطات اجتماعی هست. امید وجود داره به خاطر اینکه جوانای زیادی تو کشورهای مختلف اومدن و گفتند که قبول ندارن، این سیستم رو قبول ندارن، آزادی میخوان، تغییرات اجتماعی عمیق میخوان. و اینا بحثایی که تو نوشته ها، تو سخنرانی ها و توی سایت های مختلف کشورهای مثلا مثل مصر، مثل تونس، مثل لیبی وجود داره و متاسفانه رسانه های رسمی راجبشون حرف نمیزنن. من میخوام به عنوان کسی که خودم در مبارزه علیه اسلام سیاسی و در مبارزه علیه سیاست دولت های غربی که هر دوتاشون به هم وصل بودن، جنبش اسلامی، الان همین تقوایی صحبت کرد که میلیتاریسم غرب، تروریسم غرب، تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی در مقابل همدیگه بودن و دنیا را برای ما تو 20 سال اخیر ساختن. من میگم اینا علیه همدیگه بودن و همدیگه را تکمیل میکردن. به عنوان کسی که در رابطه با جنبش اسلامی و اسلام سیاسی تجارب از نزدیک ما داشتیم، به عنوان کسی که تو همین آلمانش توی پارلمان ها رفتم و تو اتحادیه اروپا و تو سازمان ملل چشم تو چشم مقامات دولت های غربی دوختم، گفتم که نگاه کنید زن و سنگسار میکنن تو این قرن و نگاه سردشون رو دیدم و دفاع جانانشون رو از اونا دیدم، اینا با هم کار میکردن. در مقابلشون جنبشی وجود داشت که کم بود، کوچیک بود، توجه بهش ممکن بود کم باشه، ولی اون جنبش و ماها به نظر من تا اونجا که به ایران برمیگرده تجارب خیلی دردناکی جنبش اسلامی و اسلام سیاسی باعث شد، ولی پرچمی اونجا بلند شد که گفت نه به تروریسم اسلامی، نه به میلیتاریسم دولتی غرب، نه به پست مدرنیسم، دفاع از جهان شمولی حقوق انسانی، زن انسانه، زن و مرد باید برابر باشن. من میخوام اینجا در مورد این تجربه حرف بزنم و بگم که ما این کار را کردیم. گفتم ممکن بود که ما مثلا خیلی بزرگ نباشیم، ولی مناظر زیبا را در مقابل جهان قرار دادیم و به همون درجه که اجتماعی کار کردیم، به همون درجه که زدیم تو دل وقایع، به همون درجه که رفتیم تو گودی استخر، به قول منصور حکمت رسانه‌های بین‌المللی راجع به ما نوشتن به خاطر اینکه مردم از ما دفاع می‌کردن. به عنوان کسی که هیچ وقت فکر نمی‌کردم اشپیگل مثلا ایگنور می‌کردن چون ما کمونیست بودیم، حرف‌هامون رو بی‌توجهی می‌کردن، ولی جامعه چنان دفاع می‌کرد که مجبور می‌شدن راجع به این مسائل صحبت بکنن. می‌خوام از یه تجربه خودم حرف بزنم. تو اتحادیه اروپا حدود یک سال قبل من و نوال السعداوی رو دعوت کرده بودن سخنرانی کنیم. نوال السعداوی از مصر هست، شخصیت بسیار سرشناسی هست و اونجا ما در مورد این حرف می‌زدیم که جنبش اسلامی چی هست. میخوام امروز در مورد همین مسئله صحبت کنم که جنبش اسلامی و اسلام سیاسی کماکان یک خطر هست توی این اتفاقاتی که میفته و خیلی ها از این میترسن. مثلا آیان هرسی علی در مورد اتفاقاتی که توی این منطقه افتاده گفت که سناریو سیاهه از نظر آیان به عنوان آدم خیلی مهم توی این جنبش، به خاطر اینکه فکر میکنه اسلامیه اونجا میان سر کار و ممکنه قدرت رو بگیرن. من میخوام در مورد این مسئله الان صحبت کنم، ولی اصلا این تجربه خودم با آیان هرسی علی که از مصر بود و قبل از اینکه این وقایع اتفاق بیفته ما اونجا سخنرانی کردیم، من رفتم تو پارلمان اروپا گفتم به عنوان یه زنی که از ایران اومدم و جنبش اسلامی رو میشناسم اینا اینطوری میان سر کار. اول این یه جنبش سیاسیه، همش این نیست که ضد زن فقط خصوصیتش، ولی زنا رو اول میزنن.
به خاطر اینکه فکر میکنن نیمه جامعه رو میزنیم، نیمه ضعیف جامعه رو میزنیم، نیمه دیگه ازش دفاع نمیکنه و چنان میزنیم که همه از وحشت میخکوب بشن و سنگسارشون میکنیم. به نظر من سنگسار خیلی مهم بود، همیشه گفتم و سالهای سال علیه این مسئله من مبارزه کردم. زن رو میزنیم، اول بیار وسط جامعه توی یه دونه چاله فرو کن، سنگ بزن بهش تا تیکه تیکه بشه، بقیه میترسن. این اتفاق افتاد در ایران. جنبش اسلامی یک پدیده سیاسیه، برای اینکه همه رو ساکت کنه اول زن رو میزنه و بعد میاد حقوق بشر، همه چیز زیر پا گذاشته میشه. اینا جنبشی هم جلوی تلویزیون سر میبرن، این کارو کردن جنبش اسلامی و بقیهشون هم کاری ندارم حالا با غرب چی کار کرد و باهاشون همکاری کرد. حرفم ولی اینه که ما با یه جنبش طرف هستیم که ضدیت با زن، تیکه تیکه کردن زنها برای اینکه از جامعه به اصطلاح سکوت بگیره و تمکین رو به جامعه تحمیل کنه و این مهمه، جنبش اسلامی مهمه، علیهش باید ایستاد غیره و غیره. این سخنرانی من بود. نوال بعد از من سخنرانی کرد و گفت که من زنی هستم از مصر، امپریالیسم مهمه، امپریالیسم آمریکا مهمه، اونا باعث میشن، اونا حمله میکنن که جوان برمیگرده به اسلام متوسل میشه، اونا اینقدر جنایت کردن که جوانا ضد اسلام شدن. همون تصویر عمومی که مظلومیت وجود داره اونجا، اگر اسلامی ها اومدن به خاطر فشار، به خاطر امپریالیسم، به خاطر تعرض فرهنگ غربی و غیره و غیره. تو مصر این اتفاقات افتاد. نوال السعداوی 10 روز قبل تو بروکسل سخنرانی کرده بود، گفته بود جنبش اسلامی مهمه، علیه اخوان المسلمین باید ایستاد، اینا به زنا حمله میکنن. زنا 8 مارس توی مصر فراخوان تظاهرات دادن، لومپنهایی مثل لومپنهای اسلامی که تو اون موقع که ما جوان بودیم با ریش و پشم به ما حمله میکردن اونجا حمله کردن و دولتهای غربی از این لومپنها دفاع میکنن الان توی مصر و تو کشورهای دیگه. به نظر من اتفاق و وقایعی که در ایران افتاد و مبارزه عظیمی که مردم ایران و جوانای ایران و زنای مثل من و بقیه توی صف اول ایستادیم و در دنیا بانگ اعتراض خودمون رو بلند کردیم، باعث شده که بی‌آبرویی کامل برای جنبش اسلامی به بار بیاد و همه جوانایی که در مصر و در تونس و در لیبی اومدن تو خیابون اینو نمیخوان. اونا آزادی میخوان، اونا برابری میخوان. در یک ابعاد اجتماعی جنبش اسلامی و اسلام سیاسی پاسخ خودش رو گرفته، ولی همون دول غربی که قورت دادن سنگسار رو، همون دول غربی که تو ساختمان‌های لوکس نشستن و با اسلامی‌ها روابط برقرار کردن، خودشون اسلامی‌ها رو آوردن سر کار، الان در اتفاقاتی که در مصر و تونس و غیره افتاده اونا از یه اسلام خوشقیم دارن دفاع میکنن. اونا دارن میگن الان الگو میتونه ترکیه باشه، الان دارن میگن که تروریسم اسلامی و فاندامنتالیسم اسلامی اوکی نیست، ولی یه نوع اسلام دیگر رو میشه اونجا آورد. الان شماهایی که تو آلمان زندگی میکنید میتونید تصویر تلویزیون ها رو نگاه کنید، اصلا دیدید که رهبر کارگرای اعتصابی تو مصر رو نشون بدن؟ نقل قولای اینجا نوشتم که الان وقت نیست براتون بخونم، رهبرایی که خودشون کمونیست میدونن، رهبرایی که میگن انقلاب اجتماعی داریم میکنیم، رهبرایی که میگن از انقلاب سیاسی باید گذر کرد، زنایی که توی همون تظاهرات ها و تو همون اعتراضات در مصر، در تونس، در لیبی در صف اول ایستادن میگن زن و مرد برابرن، جوانای فیسبوکی که آزادی میخوان. تلویزیون آلمان رو نگاه کنید، CDF رو نگاه کنید، همش نشون میده، میگه که اسلامی ها نفوذ دارن، اسلامی ها زیادن، اگه انتخابات بشه رأی میارن، ولی این اسلامی ها یه ذره فرق دارن با بقیه جنبش اسلامی. این تصویر ترس از اینکه ممکنه افراطیای اسلامی بیان سر کار، شما و من که تو خونمون نشستیم توی به اصطلاح مبلمون داریم تلویزیون نگاه می‌کنیم، یواش یواش تصویر اینه که خدا کنه یه چیزی شبیه اردوغان بیاد سر کار اونجا. فکر نمی‌کنید این تصویر دارن به ما میدن؟ من چند روز پیش با یکی از دوستان آلمانی نگاه می‌کردم، گفتم ببین من از ایران اومدم و تصویر ایران رو کامل میشناسم. این تلویزیون آلمان سال 88 که مردم ریختن تو خیابون و جوان ها ریختن تو خیابون، همش گفت زنده باد موسوی کروبی، رهبر مبارزات مردم ایران موسوی کروبی. هنوزم داره همینو میگه،
همین تصویر رو در مورد مصر و لیبی و غیره و غیره دارن تو جامعه تزریق میکنن. به نظر من تا اونجا که به بحث من برمیگرده جنبش اسلامی و اسلام سیاسی خطرناکه. ما از اول گفتیم همین به اصطلاح به قول منصور اکبر مناظر خوبی که نشون میدادیم، یکی از بحثای ما همیشه این بود جنبش اسلامی خوشخیم و بدخیم نداره، این جنبش ضد انسانیه، ضد بشره. الان هم میخواییم بگیم توی منطقه، در مصر، در تونس، در لیبی مینیموم اسلام و مذهب توی دولت دخالت کنه مردم باختن. مینیموم قوانین اسلامی بیاد اونجا دیکتاتوری پشت دیکتاتوری شکل خواهد گرفت. اسلام خوشخیم و بدخیم نداره. به نظر من تو ایران فضا اینطوری هست که ما اینطوری حرف بزنیم، پرچم رو بگیریم دستمون جلو بریستیم، بگیم که دست مذهب از زندگی مردم کوتاه، دست مذهب از زندگی زنان کوتاه، مذهب باید مطلقاً جدا باشه از دولت. و اگر ایران، اگر تو ایران حرکت‌های انقلابی شروع شد 88 و رفت تو کشورهای دیگه، من امیدم اینه و ما داریم این پرچم رو بلند میکنیم. این مبارزه برمیگرد بعد از بشار اسد، نوبت جمهوری اسلامی و نوبت خامنه ایه، ولی اونجا اون جامعه قوقا خواهد کرد. گوشا اون جامعه، جامعه ای که ضدیت با مذهب داره. الان نگاه کنید تلویزیون پارازیت، برنامه پارازیت گفته یکی بیاد در مورد مذهب حرف بزنه، بعد هی گفتن نه آقای فلانی هم که اومد داره میگه من ضد مذهب نیستم، من ضد اسلام نیستم، اسلام خوبه ولی خب نباید تو دولت دخالت کنه. من ضد مذهبم، من ضد اسلامم، و نه فقط الان بلکه سالهای سال ما داریم اینو میگیم، برای اینکه این یکی از سنگرهای مبارزه علیه اسلام سیاسیه. حکومتی که گفتم فقط ضد زن نیست، زن رو میزنه برای اینکه کل جامعه رو بزنه، برای اینکه تو همین سالن مراسم ده ها قربانی رو گرفتیم، فرزاد کمانگر رو مراسمش رو اینجا تو همین سالن گرفتیم. جمهوری اسلامی حکومتیه که زن و زد برای اینکه اعدام کنه، برای اینکه آزادی بیان اونجا به بند بکشه. و اگر شما توی اون جامعه، گفتم گوشتون رو بچسبونید زمین، توی اون جامعه ضدیت با مذهب، ضدیت با اسلام، ضدیت با قوانین اسلامی وجود داره، اگه این انقلاب برگرده ایران، به نظر من تومار اینا رو برخواهد جید. معلومه که هر آدمی میتونه تو خونه خودش مذهبی باشه یا به یه مذهبی اعتقاد داشته باشه، ولی جنبش اسلامی، اسلام سیاسی، نوع خوشی و نوع بدخیمش تو ایران به گور سپرده خواهد شد. به نظر من ما باید این کار رو بکنیم. کل حرف همین هست که ما که از ایران هستیم میتونیم واقعا نقش بازی کنیم تو منطقه‌ای که داره این اتفاقات میفته. ما باید کاری کنیم CDF و تلویزیون ها راه رو باز کنن، بریم اونجا بگیم که نسخه نپیچید برای مردم اونجا. یک نوع خوشخیمی از اسلامی ها رو الان میتونیم سر کار بیاریم. دولت های غربی دارن این کار رو میکنن. و من به دوست به خودم نوال السعداوی خوشا اومد اون سخنرانی رو کرده، ولی میخواستم بنویسم لازم نبود این همه سال منتظر باشیم. این همه مظلوم نمایی که امپریالیسم باعث شده جنبش اسلامی بیاد سر کار، غلط. ما گفتیم از اولم اینا با هم بازی میکنن، اینا هم دیگر رو تکمیل میکنن علیه مردم. و همین الانش هم دارن یه سناریو درست میکنن علیه جوان فیسبوکی که اومده تو خیابون میگه زن و مرد برابرم، انقلاب اجتماعی میخوام. به یک معنا ایرانی ها و ما میتونیم خیلی نقش بازی کنیم. و اینکه بگیم، گفتم هر مینیموم دخالت مذهب و اسلام توی قوانین باعث میشه دیکتاتوری ساخته بشه اونجا. ما اینو نمیخوایم و میخوایم مردم بتونن. کاپاسیتت وجود داره، جنبش وجود داره، سکولار وجود داره، رهبر کارگری وجود داره، جنبش چپ توی اون جوامع وجود داره. اگه بذارن، اگه دولت‌های غربی و اسلامی ها بذارن، مردم میتونن یک قدم بزرگ جامعه بشری رو به جلو ببرن. خیلی ممنون.